کنی فلانی هم. و دوم اینکه افتخار برای چیزی باید باشد که خودمون به دست آورده ایم. من چون پدرم ایرانی بود، مادرم ایرانی بود، در ایران دنیا آمدم. اگر همون وقتا اونا می رفتن در یونان ساکن می شدن، اون وقت من یونانی می شدم. بنابراین همه انسان های کره زمین که الان نزدیک 7.5 میلیارد هستن، از نظر علمی ما میگن که انسان حیوانی است ناطق، یا انسان موجودی است ناطق که دارای 23 جفت کروموزومه و با بیش از 20,000 ژن، آنچرا که از اجدادمون از پدران و مادران برده ایم با خودمون هم میکنیم. خیلی وقتا این ژن ها باعث میشن که ما انسان های معتدلی باشیم، بعض وقتا باعث انسان های عصبانی باشیم. ولی بقیه مطالب را اگر خودمون به دست آورده ایم شاید مایه افتخار باشد. بنابراین بنده در خدمت شما هستم و خوشحالم که شما را برای اولین بار از نزدیک دیدم، با اتون دست دادم، ولی هنوز چایتونم نخوردم. ولی چیزی که از برنامه های شما بیشتر خوشم می اومد، خنده رویی و بدون منت با مردم برنامه اجرا کردنه. هر کس کاری را که میکنه واقعا باید خودش دوست داشته باشه و از اون لذت ببره. دوم اینکه اگر کسی امکانات کاری را داره، باید منتی بالا سر کسی دیگری نذاره. آقا من تلویزیون باز کردم، شما چرا کمک نمی کنید؟ من تو دلم میگم من که از اون خواهش نکرده بودم تلویزیون باز کنید. کمک به این تلویزیون ایران را نجات میده. من اینا رو باور نمی کنم. ملت را فقط فکرش نجات میده. ما عکس آقای بزرگواری رو در کره ماه دیدیم و فکر کردیم که اگر اون عامل را برداریم دنیا اسلام میشه، ایران گلستان میشه. اینو واقعا بهتون بگم، خود من در اواخر زمانی که انقلاب نزدیک میشد، خب خیلی میترسیدم از موقعیت کاری، از موقعیت اجتماعی، از موقعیت امنیتی، ولی تو دلم میگفتم که حداقل دیگه دزدی و رشوه و اینا از بین میره. و امروز که این آمار و ارقام ها را میبینم، میبینم من چقدر در اون وقت غیر واقعانه پیش میکرده. و امروز دکل های گم میشه که هیچ کس و یا اربابی که باید دست، افرادی که باید دستور بدن که به اینا برسید، اینا میگن چقدر بزرگش میکنید، گم شده. آره میگن کشش ندید، کشش ندید. بنابراین من بیش از این که بخوام در برنامه شما راجع به مسئله کلی صحبت کنم، خودمو به عنوان یه ایرانی 77 ساله با یه مقدار اطلاعات راجع به مسائل در اختیار شما میذارم. هر جهتی که میخواهید اگر امکانش داشته باشم در خدمت شما خواهم بود. چون شما سالها پشت این دستگاه هستید، از ماهی که ماهی یه ماهی دو ماهی سالی چند دفعه این پشت میکروفون، به خواسته مردم و به چیزی که برای مردم مؤثر باشه بخوان اینو بشنون. شما شکست نفسی میکنید. ایشون گفتن 77 سالشون هست. یادم هست که 7 سال پیش برنامه‌ای برای خودشون تهیه دیدن، اونم ماجرای خیلی قشنگی بود. چند بار تو تلویزیون مردم اون ویدیو رو من پخش کردم و از اون روز بود که من علاقم به آقای فیروزی بیشتر شد، برای که آمدن ماجرای زندگیشون رو گفتن و اینکه چگونه دین که باید به اصطلاح یک جایی باشه، یک دلیلی باشه برای اینکه انسان‌ها به هم نزدیکتر بشن، حتی مثلا باعث شده که خانواده ایشون از هم جدا بشن. خود ایشون تا سالها نمیدونستن که مادرشون زنده است یا فوت شده و اینها، و الحمدلله بعدن به خیر گذشت و داستانش رو حتما براتون میگن، یا من اون ویدیو رو میگیرم ازشون و میذارم روی بایگانی خودمون. دادم به یکی از دوستان بهایی، قرار شده کپی بگیره بیاد، نیومده، مشغوله. هر وقت دوست داشتید شما میتونید راجع به خاطرات خودتون، زندگی خودتون بگید. من اتفاقا از شما پرسیدم که خب شما که این مشکلات براتون پیش آمد بود به خاطر دین بهاییت، باید یک ناراحتی و عصبانیتی مثلا در جهت بهایی داشته باشید، ولی باعث شده که رفتید بیشتر تحقیق کردید و بعدم به این نتیجه رسید که بهایی باشید خودتون.
شما خودتون رو بهایی میدونید؟ بله بله من خودم رو سعی میکنم. ببینید من همیشه اینجوری میگم، در حال بهایی شدن هستم. بسیار. من در حال بهایی شدن هستم، خودم را بهایی میدونم و سعی میکنم که با اخلاق و رفتار و پندار و کردار به بهاییت، تعالیم بهاءالله نزدیک بشم. این معنیش اینه که دارم سعی میکنم از آقای دکتر آقاسی یک دفعه در یکی از سمینارهای ما در مقابل این سوال که ما چگونه به یه دینی ایمان می آوریم یا باورمند می شویم، گفتن در اثر تلقینات و تبلیغات و ترسا از پدر و مادر. و این واقعیت، ما دین را به ایست می بریم، تحقیق نمی کنیم، از امکان تحقیق وجود نداره. از کجا باید تحقیق کنیم؟ شما فرزند به عنوان یک فرد مسلمان از کجا باید برید و بدانید که خداوندی هست و این خداوند کتابی به نام قرآن را به حضرت محمد وحی کرده است؟ جالبه. من یادم ما بچه که بودیم میگفتن نماز بخونی، بعد خب نماز با این چیزا شروع میشه که دیگه اشهد ان لا محمد رسول الله، اشهد ان لا، علی شیعه ها میگن علی ان ولی الله. من میگم من از با شما از من میخواین شهادت بدم به چیزی که نبودم ندیدم. اینجا شما تو دادگاه اگه میری، برای دوستت شهادت بدی، قاضی سوال میکنه شما اون موقعی که این تصادف اتفاق افتاد شما اونجا بودید؟ اگه گفتید نه، میگه خیلی ممنون که آمدی، ولی بشین. یعنی اصلا شما نمیتونی درباره اون ماجرا صحبت کنی. ولی دوستان میگه شما بیا روزی 17 بار بگو من شهادت میدم که حضرت محمد فرستاده و پیغمبر خداست. حالا فرستادم نه، اون پیغمبری که میگن دیگه مقداری حالت نام رسونی و پیامبری نداره، یه مقام بالاتری داره. میگم خب من که نبودم ندیدم، فقط به قول شما چون مثلا پدرمون گفته یا مادرمون گفته یا مادر بزرگمون گفته، ما باید اینو بگیم. ولی توی ادیانی هم هست، حتی اینجا هم اینهایی که فکر کنم مرمنا هستن که بچه هاشونو توی یک سن خاصی میگن شما برید بیرون از منزل، برید شهر، برید هر جا میخوان تحقیق کنید. از خونه میرن برای اینکه خدمت بکنن. آها، این تحقیق. تحقیق به اون تحقیق باید پایه‌هاش یا علمی باشه یا اجتماعی باشه. الان من میخوام راجع به آب تحقیق کنم، باید برم لابراتوار آب رو تجزیه بکنم و چندین و چندان سال روی این زحمت بکشم، آخرش یه نتیجه علمی بگیرم. راجع به ژنتیک میخوام تحقیق بکنم. مثلا یه مثالی به شما بدم، اخیراً در یکی از ایالت‌های امریکا مدیران مدرسه و معلمان متوجه شدن سیبی را که بچه ها پدر مادرشون صبح پوستشو میکنن، قارچ میکنن، میذارن تو کیسه های پلاستیک، وقتی اینا میارن تو مدرسه موقع نهار بخورن اینا سیاه میشه. بله، مونده میشه. عامل سیاه شدن یک ژنه. گفتن خیلی خوب، ما از اولیای امور میخواییم که این ژنو وردارن، بعد از این سیبهایی را پرورش بدهیم که وقتی پوستشون میکنیم و گارچشون میکنیم سیاه نشه. بدن رفراندوم بکنیم. رفراندوم کردن، از مردم پرسیدن، مردم گفتن نه، ما سیب اصلاح شده نمیخواییم. الان یه مقدار این مسائل در اجتماع مطرحه. الان مثلا یه چیزی که تصادفاً یکی از فامیلای ما هم به این جریان اعتقاد داره، کربه ارگانیک. گوشت رو سه برابر میخرن. آقا این گوشت ارگانیکه. من سر به سر این خانم گذاشت، من گفتم شما آخه تعریف ارگانیک چیه؟ ما در تعریف ارگانیک هنوز به یک نتیجه نرسیدیم. این گوشتی هست که حیوانی که اونو ازش گرفتن این مواد شیمیایی نمیخورده. از کجا میدانید؟ همه یکی از فروشگاه ها که از این چیزهای به اسلام میفروشه ارگانیک، اینا همین دو سه ماه پیش 850 میلیون دلار جریمه شد. چرا؟ برای محصولاتی که عرضه کرده بود ارگانیک نبود. دروغ بود. آقای سربی، اگر شما ارگانیک میخواید، ماشاءالله باغچه‌تون هم زیاده، باید یه زمینی اونجا
مسطح بکنید و کود شیمیایی ندهید. نده. بعدن اینها را بکارید، مواد شیمیایی بهش نزنید، وقتی هم که آفت گرفت مواد شیمیایی استفاده نکنید از صابون. و ببین همه این چیزهایی که در زندگی ما وجود داره، خودش مثلا نمک، نمک یه ماده شیمیاییه و ما استفاده میکنیم. بنابراین یک ده آدم ها با خریدن یه چیزی که بهش میگن ارگانیک پول بیشتر میدن، رضایتمندی بیشتری دارن. دختر منم یکی از ایناست، دوتا بچه داره. بابا این خیار که بهش دادی ارگانیکه؟ میگم بعد از هفت آسمان ارگانیکه. چون من خودم رشته کشاورزی خوندم، به این یه خورده آشنایی دارم، نمیگم نخواهد شد داره. ولی خیلی خیلی مشکله. شما بدانید که این درخت چگونه کاشته شده، چه مواد شیمیایی بهش دادن، ضد عفونی چگونه کردن، سمپاشی چگونه میکنن. در مورد شناخت باورهای ما اینجوریه. این مثلا فرض بفرمایید که فرق داره به این که بیاییم بینیم که کارمارت چی گفته، کتاباش موجوده. ما امروز کمونیستی را میتوانیم یاد بگیریم بخوانیم، ولی راجع به ادیان نمیدونیم. که ما باید باور بکنیم که شخصی بوده به نام حضرت موسی، این پیش خدا بوده و خداوند 10 فرمان به این داده. غیر از باور چاره ای نداره. ببینید مرمون ها میرن کلاس، بهایی ها بچه هاشون میفرستن کلاس درس اخلاق، از کلاس 5-6 ساله میرن به کلاس درس اخلاق، ولی چیزهایی را یاد میگیرن که اونا بهشون میگن. ببینید بنابراین اگر وارد عمق این مطالب بشیم، باید به جمله آقای دکتر آقاسی را به خاطر بیاریم که دین ارثیه. به همین علت بچه یهودی یهودی میشه، بچه مسلمان مسلمان میشه، شیعه شیعه میشه، سنی سنی میشه و بهایی بهایی میشه. من یه دوستی دارم آقای دکتر خوربش که خیلی به این چیزا اعتقاد داره، بهش میگم دکتر خوربش اگر شما یه خانواده یهودی بودید، حتی در حیفا جلوی آرامگاه سید باب آپارتمان داشتید، هر روز اون باغ را میدید، هنوز یهودی بودید. خود شما تا حال کی رفتید با یه دوست بهایی بشینی یه نون و پنیر بخوری ببینید چی میگین شما؟ کردی این کار رو؟ نه. تازه بگه هم چه مدارک و دلایلی اون داره که ثابت بکنه که اون آقایی را که اون میگه حکمش از کارگزینی خدا آمده؟ همه اینا فقط باوره. البته من این کارو کردم. کردید. بله. و به همین خاطر تصمیم گرفتم که مثل شما دوستان باهایی که نمیخوان تو هیچ حزبی باشید، البته شما در این باره هم گفتید که ما حزب و اینا هم داریم، حزبام فرق میکنه، منم جزو هیچ دینی نباشم، از همه هم این سوال میکنم. چون رفتادم کانادا، یه دوستی میخواست منو ببره مسیحی کنه، من بهش گفتم که من میام 2 ساعت اونجا گوش میدم به شرطی که منم 10 دقیقه اونجا صحبت کنم. اگه اون میخواد با من صحبت کنه منو مسیحی کنه، منم 10 دقیقه صحبت کنم، از اون سوال کنم، بعد مردم ببینن که من چی میگم اون چی میگم. من سوالم از مثلا دوستان مسیحی، میدونید که میگن فقط ما که مسیحی هستیم بهش میگن، کلیمیا میگن ما chosen people هستیم، به اصطلاح مردم منتخب انتخاب شده، یا مثلا سرزمین ما promised land، promised اصلا بهمون قول داده شده. من میگم خب اون خدایی که شما میگی این قولا رو به شما داده، من اگر تمام کارهای خوب انجام بدم، کار بد انجام ندم، ولی نه کتاب بهایی رو بخونم، نه کلاس اخلاقشون رو بیام، نه مسلمون مسجد برم، نه کلیمی سنگال برم، شما میگید این خدا منو بهشت راه نمیده؟ این چه بهشتیه که فقط باید به قول شما یه چاپ یه نسخه کتاب دستم باشه تا بیام؟ اونم یه حکومتی میاد میگه ما فقط این 5 تا کتاب رو قبول داریم، کتاب اینا رو قبول نداریم. حکومت دیگه ای میاد یه جای دنیا، الان توی کشورهای عربی که اینجوری واقعا برزخی به راه است، این میگه که نه ما مسلمون این سنیشو قبول داریم، سنی رو هم این رشتهشو قبول داریم. شما به من بگونم خدایی که شما باور دارید، حالا که بهایی هستی، با آدمایی که خوبن، حالا من کاری ندارم، ممکنه کارهای بدی کرده باشم، آدمای خوبن ولی به هیچی باور ندارن، به هیچ دینی باور ندارن، یا هنوز به قول شما دنبال این هستن که من میگم آدم بشن،
دنبال این هستم که آدم بشم. اونا رو چه کار میکنم؟ اونا رو همینجور نگه میدارم تا روزی که باورمند بشن راهشون بدن. اصلا بهشتی هست بعد از این زندگی یا نیست؟ ببینید این بحث خیلی عمیق فلسفیه جناب سوربی، با این وقت مختصری که داریم میخوام اینجوری شما مشغول کنید این یه هفته بیشتر بیانید واردم نشدید، برای اینکه شما کل سوالاتی که میکنید هر کدومش در موردش خیلی صحبت کردم. از اولین سوال اینه آیا ما راجع به خدا چیزی میدانیم؟ من مخلوق اگر خالقی داشته باشم که به اعتقادم دارم چه میدانیم؟ این نقش دیوار از نقاش چه میداند؟ ما از نظر به اصطلاح ظاهری میگیم من خدا رو میشناسم، ولی از نظر عرفانی خودش کفره. من مخلوقم، من چه حقی دارم یا چگونه میتوانم خالقم را بشناسم؟ این از جهالت و نادانی ماست که بر روی جهالت‌های ما نام میدانم را میذارم. من خدا را میشناسم، یا کجا دیدی؟ از کی آشنا شدی؟ نه، من به این زمین و زمان نگاه میکنم، گردش چرخ و زمان به من میگه خدا هست. تفسیر سعدی بوده. پس میگم شما خدا را نمیشناسید، شما یک قرار ذهنی با خودتون میسازید که چون این جهان پدیده است، یه پدیده آرنده ای هست. پس این معنیش قبول کردنه، نه شناختنه. حالا کار ما به جایی رسیده که نه تنها میگیم میشناسیم، براش صفات هم میذاریم، صفات ثبوتیه، صفات سلبیه. اینا همش در قالب این است که ما از چیزی به نام مرگ میترسیم. اصلا تمام دین و مذهب از اون روزی پیدا شده که بشر مرگ را دیده. از کجا آمدم؟ به کجا میروم؟ رفتنم برای چیه؟ بعد اومدیم و اینا رو ساختیم که آقا نه، مرگ هم وارد شدن به دنیای دیگریست. کجاست اون دنیا؟ روح داریم، کجاست روح؟ چه کسی روح را دیده؟ نه، ما دلائل بقاء روح داریم. ما اول باید ببینیم که آیا هست، بعد دنبال بقایش بگردیم. هر کدام از اینها اگر ما بخوایم وارد بشیم، اولا متخصصینی میخواد که من نیستم، واقعا میگم نیستم، من یک انسان ساده معمولی هستم با یه مقدار مطالعات علمی در مورد ادیان. مثلا با عرض معذرت از کلیه دوستان، به خصوص دوستان بهایی، من هیچ دین را آسمانی نمیدانم. دین یک پدیده اجتماعیه. بشر در طول زمان همیشه برای نظم اجتماعش یک قراردادهای، یک قوانین و مقرراتی را گذاشته، بعد برای قدرت اجرایم داشته باشه اسم خدا را بردن. اجازه میدید من یه خوابی را که راجع به خدا دیدم براتون بگم؟ چه در زندگی من خیلی تأثیر کرد. جناب سوربی، ما در سال 1980 از ایران برای یک مرخصی یک ماه خارج شدم و خوب شد که خارج شدم، چون همون روزی که من از مرز بازرگان پامو گذاشتم بیرون، همون روز در رضاییه که الان ارومیه میگم، پاسدارا رخته بودن اتاق من، محرموم کرده بودن، یادداشت داده بودن که خودمو به دادگاه انقلاب اسلامی معرفی بکنم، که شرمنده هم تا حال نتونستم برم. بعد که اومدیم به ترکیه، اونجا موندم. من رفتم به یکی از دانشگاهی که درس خونده بودم و به استادم گفتم که اینجوری شده و ما دیگه راه برگشت به ایران نداریم، در ترکیه هم اقامت نمیتونم داشته باشم. ایشون منو برد پیش رئیس دانشگاه و جریانو گفت، گفتیم با خانوادش اومدن چنین و چنان، و اون برگشت گفت برو هر کاری لازمه برای حفاظت و حمایت از اینا بکن، من خودم امضا میکنم. در عرض یک روز من ثبت نام کردم برای دوره دکترا، من اجازه اقامت پلیس گرفتیم و ما بچه‌مو گذاشتیم اونجا، رفتم مدرسه. بعد از اون اومدیم امریکا، عموی منو کشتن، پسر عموی منو کشتن که اونا جاسوس اسرائیل بودن.
من در اوائل سال 1982 صبحا می رفتم کنار دریا قدم می زدم و یاد این شعر می افتادم: خدایا راست گویم فتنه از توست، ولی از ترس نتوانم جخیدن. خدایا چرا اینجوری میشه؟ چرا کسی که به نام خدا میاد، آقای خمینی، این همه خون میریزه؟ جناب صبحی، من معتقدم آقای خمینی قبل از اینکه به این قدرت برسه در خیابان که راه میرفت پاش روی موسم نمیساشه، چون ترس خدایی داشت. ولی بعدن چطور شد این آدم گفت بگیرید بکشید و این همه قتل و غارت انجام داد؟ مخصوصا راجع به عمویم خیلی خیلی افسرده و ناراحت بودم و روزها گریه میکرد. یه شب من خواب دیدم، خواب دیدم که پرده‌ای را زدم بالا و در درگاه الهی هستم. حالا خدا را به صورتی میبینم که همون مردیست با ریش‌های بزرگ نشسته کنار و من عرض کردم: خداوندا چه عجب نخبت به ما هم رسید، به روح مادرم، به جان بچه هایم. این واقعیت میگم پشت این درکت. وقت صدایی از ناو آمد که پسرم، این تو هستی که اولین بار به دیدن ما آمدی، چه عجب که شما آمدی. آقا خدا، من همیشه میخواستم تو را ببینم. گفت پسرم، تو میدونی که من همیشه در قلب انسان ها هستم و تو هیچ وقت به قلبت مراجعه نکردی که با من حرف بزنی. حالا که اومدی بشین. نشستم و خداوند پرسید که چی میخوای بخوری؟ گفتم قهوه ترک. و خدا دستور داد دو تا قهوه ترک، یکشو خودش خور، یکشو من. قهوه را که خوردم جرأتم بیشتر شد. گفتم آه خدا، الان که قهوت خوردم مهمانت شدم، حق دارم سوالیم بکنم؟ گفت البته پسر من، تو بنده منی، هر چقدر دلت میخواد سوال کن. هم عجب، گفتم یک سوال دارم. چیه؟ گفتم از میان این همه ادیان که فرستاده ای کدومشو بیشتر دوست داری؟ گفت چی فرستاده ام؟ گفتم دین ها. گفت آقای فیروز، من دینی نفرستاده. گفتم چطور 124 هزار پیغمبر فرستادی و چند تا کتابشون ما داریم؟ گفت آقای فیروز، من تا به حال هیچ کتابی ننوشتم. چرا؟ برای که من سواد ندارم، من مدرسه نرفتم، من خط و ربط ندارم. پس چجوری میشه؟ گفت ببین پسرم، اینها یک انسانهای عاقل، مهربان و دلشون میخواد به اجتماع نظم و نسق بدن، دلشون میخواد مردم به هم نزدیک بکنن. میان میشینن چیزهایی مینویسن، افکاری دارن، عقایدی دارن، می نویسن و می دن. برای که قدرت اجرایی داشته باشه اسم منم اونجا می ذارن. وگرنه تو فکر می کنی من کتابی بنویسم و بگم که مردا زنها رو بزنن؟ مگر من خدای زنها نیستم؟ مگر من اونا رو خلق نکردم؟ گفتش که آقای فیروز، تو برو بشه همه این کتاب ها را بذار جلوات، هر جا که صحبت از عشق ورزیدن، دوست داشتن، محبت کردن، خدمت کردن، دست نوایی را گرفتن باشه، مال من، بقیهش را خط بزن. و من از خواب بیدار شدم و کلی گریستم، زندگی من عوض شد. بعد از اون من هرگز نتوانست بگم این کلام خود. و دوم فکر کردم که اگر من تمام این مذاهبی که وجود دارن همه اینها را به نام خدا بگم، خب پس اونایی که این کتاب را نوشتن، خب یه نامرسانی که بیشتر نیستن. ببینید، حضرت محمد بر اساس آخرین تحقیقات علمی جامعه شناسان یک کتابی هست، نمیدونم شما ملاحظه کردید یا نه، میگه که 100 انسانی که در روی کره زمین بیشترین تأثیر رو در زندگی مردم داشته، ده هندرد. اینجا آمده اسم 100 نفر رو به ترتیب نوشته که اینها در زندگی روزمره کره زمین تأثیر داشته.
چه تأثیر مثبت و چه تأثیر منفی. اسم هیتلر هست، اسم ادیسون هم هست. اولا من خوشحالم که اسم از این 100 نفر 3 نفرش ایرانی هستن، که این 3 نفر ایرانی تأثیر مثبت کردن. یکی کروشه، یکی زردشته، یکی مانیست نقاش، و چیزای منفی هم وجود داره. اولین نفری که در صفحه اول این کتاب آمده محمده. حضرت محمد در زندگی انسانها بیش از همه دانشمندان، نوابغ، پادشاهان تأثیر کرد. من نه تعصب اسلامی دارم نه ضد اسلام. این یک تحقیق علمی. و شگفت دار که نویسنده و محقق یه امریکایی کلیمی هم. اول اونو نوشته، مسیح در رتبه 4 اومده و بقیه همه اینا رو نوشته که چه مقدار تأثیر دارن. بارها بهش اعتراض کردن، دوباره تجدید نظر خواستن، این مدارک و دلایل رو آورده که بر اساس همه اینا تا به امروز اولین نفری که در زندگی اجتماعی مردم تأثیر کرده محمد. حالا چه آدم خوششون بیاد چه بدشون بیاد، ما نمیتوانیم اعمال و رفتار انسانها را به حساب قانون گذار بذاریم، فرق میکنه. بنابراین من به تمام ادیان به عنوان یک پدیده زمینی و اجتماعی نگاه میکنم. من مسیح را خیلی دوست دارم ولی پسر خدا نمیدارم. من حضرت محمد رو دوست دارم ولی اون فرستاده از جانب خدا نمیدانم. خودش قیام کرده، فقر و بدبختی اجتماعش دیده، کفش نداشته و سالها با این بی کفشی کار چوپانه میکرده برای نگهداری خانواده عمویش. و در 25 سالگی خدیجه که کارفرمایش بوده عاشق این شده و از این خواستگاری که شما میدونستید. بله. بنابراین در 40 سالگی هم که پیغمبر شده، بعد از اون تا زمانی هم که خدیجه بوده فقط یک زن بیشتر نداشت. و وقتی خدیجه فوت کرد، خدیجه که یکی از ثروتمندان عربستان بود، تمام پولاشو خرج کرده بود، پول نداشت که کفن بخره محمد براش. با همون روسری سرش کفن رو دفنش کرد. و این ابوبکر بود که پیشنهاد کرد که بیاد دخترانو بگیره. محمد اصلا فیچش نمیگیره. حالا همه اینا رو به هم میبافیم و میگوییم، ولی امروز دنیا دچار مشکل آشفتگی فکری، ذهنی، سیاسی و اقتصادی. ما نمیتونیم بریم در 1400 سال پیش بمانیم و بدانیم که عرب ها چقدر داشتن به ایران حمله بکنن. یه سوال، ما چقدر داشتیم به اروپا حمله کردیم؟ ما چقدر داشتیم به یونان حمله کردیم؟ ما چقدر داشتیم به هندوستان حمله کردیم؟ این بحث ها ما رو به جایی نمیده. اون در یکی از تلویزیون ها، یکی از دوستای ما که شما میشناسید، دیدم که رنسانس ایرانی، بله، آقای شاهین نژاد دارن مقدمه را چیدن که البته من همشه نتونستم بشنوم، که بله این در زمان هخامنشیان اینا، این موبدان زردشتی اینجوری که مردم به ما گفتن بد نبودن، چه خوب بودن شاهین جان، چه بد بودن. ما الان گرفتار این وضع اوضاع وحشتناک سوریه و ایران و جای دیگه هستیم. حالا بیام بشینیم که موبدان و زردشتی آدم خوبی بودن یا بد بودن، چه بحثی داره. یا بعضی ها در تلویزیون ها میشینن، ما که ایرانی هستیم، ما که با اسلام کاری نداریم. در یکی از سمینار ها یکی از دوستای ما گفت ما کاری با اسلام نداریم. یکی از شرکت کنندگان نامه نوشت که آقای فلانی، پس شما یک کشتی بسازی به وسعت 1.5 میلیارد نفر، ما تمام مسلمان ها رو بذاریم اونجا، ببریم وسط دریا خفشون کنیم. ما با اسلام کاری نداریم، چه صیغه‌ایه؟ اسلام با ما، مسلمان ها با ما کار دارند.
اسلام با دنیا کار داره، یهودیت با دنیا کار داره، مسیحیت با دنیا کار داره. باید یه کنگره انسانی اخلاقی بذاریم، جمع بشیم و ببینیم که آیا اینها به مشکلات جهان امروز ما مسکنی دارن یا ندارن. قربان، من یکی از مشکلات جهان امروز را برای شما مطرح میکنم. مسئله آب، مسئله گرسنگی. الان خدمتتون گفتم بر اساس آمار خاربار سازمان ملل متحد تا سال گذشته از هر 10 نفر 1 نفر گرسنه بود. از سال امسال 2016 از هر 9 نفر 1 نفر گرسنه است. آقای سربی، بیاد اسلام، یهودیت، بهائیت، همه کنفوسیوس، همه اینا بگن راه حلش چیه؟ اگر ما همه مسلمان بشیم گرس آبا زیاد میشه، گرسنگی از بین میره. اگر اونایی که من رفتم، من 3 بار اسرائیل رفتم و این حضرات رو دیدم، خدا شاهده بهشون سلام دادم، از بالا نگاه میکنم مثل که ما حشرات ارضی، چون باور میکنه که اونا بندگان برگزیده خدا هستن. آخه این چه خدایی است که خودش ما را خلق کرده، بعد به این بدبختی انداخته و الان نشسته اونجا و هیچ کاری نمیکنه. شما اگر 5 تا بچه داشته باشید در نقاط مختلف، بفهمید که اینا گرسنه، کاری براشون نمیکنید؟ کدوم مادر مهربانه؟ ما که میگیم خدا از پدر مادری به ما مهربان تره. پس اینها چیز عقلی داره، حرف هامون منطقی نیست، یا مذهبیه یا عاطفیه. ما نمیتوانیم با جمع شدن در جاهایی 4 نفر مسلمان مسیح یهودی بشینن پشت یه میکروفونی فقط بحث بکنن با هم. الان بحث ها رو در تلویزیون پارس الان 5-6 سال میکن، همون جا که بودن همون جا هم که هست. آقای نماینده مسلمان میگه اسلام آخرین دینه، پیغمبر آخرین پیغمبر خداست. نماینده باهایی میگه نخیر، بعد از اسلام یه دینی دیگه اومده. هیچ کدامشون نه به توافق رسیدن و نه مشکلی حل شده. بنده جسارت میکنه بیان اول بشینیم ببینیم که آقا اصلا این ادیان در زندگی ما رولی بازی کردن یا نکردن. تمام این دواهایی که ما میخوریم، ما یه دونش ادیان درست نکردن. ما الان برای انواع و اقسام مرضها دواهایی داریم، حتی قبل مسکنشو داریم. یکی از اینا را این کانونای مذهبی درست نکرد. وظیفشون نبوده، وظیفشون چی بوده؟ ولی تمام بدبختی های ما از اینجا ناشی میشه. مسلمان فکر میکنه چاره دنیا اسلام شدنه، بهائی فکر میکنه چاره دنیا بهائی شدنه، یهودی هم فکر میکنه چاره دنیا یهودی شدنه. میگه که در زمان خیلی قدیم بین یک یهودی و یک مسلمان دعوایی بود، رفتن پیش قاضی، گفتن که قاضی پر آقا جریان چیه؟ گفت آقا من راست میگویم و حق با منه و اگر من دروغ بگم مانند این خدایا منو جهود میرانم. گفت اگه دروغ بگم یهودی بمیرم. یکی هم گفتش که یهودی هم گفت که آقای قاضی من راست میگم، اگر من دروغ میگم مثل این آدم مسلمانم. سعدی میگه اگر از بسیط زمین عقل منعدم گردد، به خود گمان نبرد کس که من نادان. مشکل ما اینه که فقط باورهایمون راست داریم، به راه و روشمون اعتقاد داریم، بحثهامون میذاریم. شما دیدم مسئله سمینار نوشتید، اینم الان بگم خدمتتون. ببینید، من به عنوان یک ایرانی خودم سالها با این مسائل آشنا بودم. دایی های من مسلمانن، دکتر محمود آخوندی که 1 سال پیش فوت کرد، استاد دانشگاه بود، کتاب ها زیادی نوشته، به این حکومت هم عرض کنم در خیلی مواد کارهای راهنمایی حقوقی میداد. ولی هیچ کدام از اینها قادر نیستیم که برای مشکلات جهان کنونی راه حلی از کتاب هامون در بیاریم. اگر راست نمیگی تشکیل بود. زمینی که همشون باور دارن همین یک کتاب پاسخ همه سوالات.
درباره آقای میبودی و اون بعد دوستانی که اونجا هستن، 3 تا 4 تاشون دوستای خود من هستن. من به شوخی به آقای میبودی میگم مدرسه موشها را انداختید شما، میان اونجا میشینی به خود شما یک الان 6 زحمت کشیدم واقعا خیلی عنوان برنامه‌های سرگرمی تقدیم میکنم، ولی چون به اصطلاح چیز آکادمیک ندارن، این بحثا روی جاهایی نمیره و نمیپرسن. مثلا آقای میبودی از اینا نمیگه آقا برای افزایش جمعیت دنیا دین اسلام چی گفته، یهودیت چی گفته، بهائیت چی گفته، ما مشکل انفجار کره زمین داریم. یه آقایی بوده، یه فیلسوفی بوده، مالتوس، این در سال 1734 فوت کرده. اون وقت شاید کره زمین 400 میلیون بیشتر نداشته. گفته اگر جلوی افزایش جمعیت رو نگیرید کره زمین منفجر خواهد شد. در سال 1850 یعنی 166 سال پیش از این، آقای سربی، تعداد ساکنان کره زمین 1 میلیارد بود. 1850، 166 سال پیش از این. 100 سال بعدش که 66 سال پیش از این باشه، من اون وقت 11 سالم بود، 2 میلیارد بود. 66 سال پیش 2 میلیارد بود، الان 7.5 میلیارده. خب اینا آب میخوان، اینا کار میخوان، اینا بهداشت میخوان، اینا معلم میخوان. بچه ای را که دنیا میآورن تقصیر خواست خداست؟ اینی که باید بشینیم و دنیا، نه یک تلویزیون، نه دو تلویزیون، بشرا بیا میشه آقا راجع به این موضوع صحبت کنیم. اصلا ما چه حق داریم که گوسفند سر گوسفندا رو ببریم و گوشت بخوریم؟ یکی از مشکلات بزرگ جهان امروز گوشتخواریه. آقا هر سال ما 4 میلیون هکتار جنگلا رو میبریم، قطع میکنیم، یونجه میکاریم که یونجه ها رو بدیم حیوانات که حیوانات بخور. ببینید اون روز یه خانمی، یکی از ستارگان سینما، یک دفعه گفت من دیگه گوشت نمیخورم. گفتن چرا؟ گفت برای اینکه رفته بودم باغ وحش، 2 دقیقه به این گاوی که روبروی من بود به چشماش نگاه کردم، گفتم من چه ظالمی هستم سر این نمیبرم. آقا همین عید قربان بیش از 30 میلیون گوسفند را بریدیم به خاطر خدا. بابا این چه خدای خونخواری هست که از ریختن و کشته شدن حیوانات لذت میبره. حالا الحمدلله وسائلی پیدا شده، 10-20 سال پیش در عربستان سعودی این خوشکم داره که الان دولت استرالیا برمیداره اینا رو میبره اونجا، اولا میاره میگه بکشید، کشتن برمیداره میبرن فریز میکنن بعد گوشتاش میخورن. اینه که ما گربان باید سمینار داشته باشه، سمینار ها در حد شهرها، سمینار در حد جهانی و سمینار از طریق دانشمندان و اونهایی که با صلاحیتن، کارشناس باشه، پشت میکروفون رفتن و از دین و مذهب و آیین و مثلا ما ایرانی ها چه چیزی بیشتر از یونانی ها داشتیم، چینی ها چه چیزی از ما کمتر دارن که حالا تازه ما میخوایم دنبال استخوان‌های پوسیده اجدادمون بگردیم و بر ژاپنیا دوستی بلد نیستن، انسان های خوبی هستن. خب ولی ما نوه های کروش هستیم. باش. خب شما راجع به این گفتید که هیچ کدام از این مذاهب یا از سازمان های مذهبی دارو اینها پیدا نشده و اینها چه کار میکنن؟ خیلی هاشون تازه میگه این داروها رو استفاده نکنید، میدونید برای واکسن به اصطلاح پیرواشون میگن که شما این واکسن رو نزنید، یا حتی میرسه به اونجایی که پیشگیری یا حاملگی و اینها هست میگن استفاده نکنید، که خود این یه بحثی که حالا اگر یه وقت وقت کردید در این مورد صحبت کنید. ولی سمینار. و کارشناس، این چیزی بود یکی دیگه از چیزایی که من از شما واقعا تشکر میکنم و خوشم میومد که اینا رو دوستان رو از قسمت‌های مختلف می آوردید و کارشناس درباره اون رشته فنی خودش یا رشته تخصصی خودش صحبت کن. اینا چجوری شما فکر شروعش و چرا الان دیگه اجرا نمیشه؟ ببینید و
من در ایرانم که بودم به سمینارها خیلی علاقه داشتیم. یک بار هم در گچسر از طرف وزارت آب و برق این سمینارها رو گذاشتم، منم دعوت کردم، جزء شرکت کنندم بودم و خیلی یاد گرفتم. سمینار دو تا خاصیت خوب داره. اول که آدما وقتی دو روز سه روز زیر یک سقف در یک هتلی زندگی میکنن، با زبان ملیشون حرف میزنن، یه احساس خوبی بهشون دست میده. دوم این که افرادی که میان اونجا اگر خوب انتخاب شده باشن و به وظیفهشون عمل بکنن، وظیفه عمل اینه که برای نیم ساعت سخنرانی خوب حداقل باید 100 ساعت مطالعه کنن. اینجوری نیست که من بیام دستان بذارم تو جیبم قصه رستم و دستان بگم. اول یه برنامه هست به نام تد تاک. بله بله. در این تد تاک انسانایی که میارن 18 دقیقه فقط بهشون وقت میدن و وقتی شما گوش میدین چه چیزایی میگن، چیزای تازه، علمی، تعصب نداره، ملیت نداره، انسانیت داره. ما این امکان رو پیدا کردیم که در 12-13 سال گذشته هتل‌های خوبی را با قیمت‌های مناسب قبلا پیش خرید می‌کردیم. مثلا آخرین باری که در سان دیگو شد اتاق‌ها را شبی 120-140 دلار به ما داده بودن. به نتیجه وقتی 100 تا اتاق 200 تا اتاق می‌گرفتیم سالونش هم زور می‌کردیم که آقای سالونم لازم داریم، باید اینجا جمع بشیم. متاسفانه یا خوشبختانه از یک نظری به علت افزایش صنعت جهانگردی در کالیفرنیا تمامی هتل‌ها برای تمام سال رزروند و هتل میگه که آقا هدف ما از این هتل اینه که پول به دست بیاریم، نه اینکه برای شما سمینار بذاریم. بالنتیجه ما تمام قراردادهایی که با اینا داشتیم به یکی دوتاشون هم رد کردن، گفتن که قیمتهایی که پیش به ما پیشنهاد کردید قیمتهای خوبی نیست. و منم حقیقتش و هیئت مدیرم ترسیدیم که بیاییم در سان دیگو هتلی را بگیریم هر شبش 280 دلار. آقای سوربی با خانمش حاضرن بیان فقط 600 دلار پول اتاق بدن به اضافه پول عوافی ما، و چون نمیتونستیم چکار بکنیم ترجیح دادیم که عمل به احتیاط بکنیم و دنبال جاهایی در ایالتهای دیگر بگردیم. یکی از دلایل ما برای اینکه سال گذشته به امسال در ماه سپتامبر لیبر دی ویکند برنامه اجرا نکردیم به خاطر نداشتن هتلی مناسب با اتاقای مناسب بود، وگرنه اگر به محض اینکه در یه جایی این اتاق رو پیدا کردیم حتی به سپتامبر رو جای دیگه اکتفا نه، در هر زمان که شد این سمینار رو دوباره برقرار خواهیم کرد. تا حال بیش از 150 تا از دانشمندان و سخنرانان ایرانی رفتن، استانداردهای هم رعایت میکردیم که مردم خوششون میامد. یکی از اینا این بود که ما هیچ عنوانی برای هیچ کسی نمیذاشتیم. آقا این عنوان معنی نداره. آقا خانم ببین، شما الان در یلو پیج ایرانیان نگاه کنید، تمام اونهایی که وکیلن یک کلمه دکتر یدک میکشن. همون یلو پیج وقتی میره به یلو پیج امریکایی اترنی اطلاع. چرا؟ برای اینکه ما عاشق عنوانیم، عاشق آیت الله دکتر، آیت الله مهندس، آیت الله سلشگر. هیچ وقت نمیگیم خانم فلان، پرستار فلان، معلم فلان. خب مثل که معلم رولی کمتری داره. یکی از اینا رعایت میکردیم. در تمام آگهی‌هایی که دادیم به هیچ کس نام دکتر، مهندس، سرلشکر، سرتیپ ندادیم. خب اعتراض کردیم آقا ما از کجا بدانیم اینا سبزی فروش هن یا فلان. جواب، مگه سبزی فروش حق صحبت کردن نداره؟ نه تنها ایرانی، امریکایی، افریقایی، اگر راجع به موضوعی که گذاشتی میخواد صحبت بکنه قدمش بالای چشم. اینه که منتظر باشید، ما امیدواریم که همچین جایگاه پیدا بکنیم و این سمینارا با همکاری شما. شنیدم توی تگزاس یه آقای هست هتل داره خیلی برای این، اتفاقا آقای شاهین نژاد هم فکر کنم از تگزاس هست، حالا من با آقای مینوی تماس میگیرم، میگن ایشون خیلی به اصطلاح کمک میکنه
شما درست میگید، اون هتله وقتی میبینه که 100 تا اتاقش رو میتونه بده 100 تا 300 دلار، هیچ وقت نمیاد بده 100 تا 120 دلار 130 دلار، تازه میگه سالونم لازم نیست بدم، اون مشکلاتم نخواهم داشت. اگر لطف کنید کاری بشه. آقای مینوی سوال میکنم، بعد شنیدم یه آقای هست در تگزاس هست و این کارو انجام میده. خب شما با این تعریفایی که کردید که هیچ کتابی مقدس نیست و اینها، ولی الان به دینی باور دارید که اسم کتاب شما کتاب اقدس، این دوستان بهایی با شما مشکلی ندارن وقتی این حرفا رو میزنید؟ والله واقعیتش اینه کتاب اقدس آخرین کتابی است که به الله نوشته. بهایت بیشتر تعلیمه تا دین. بهایت بیشتر یک نهضت اخلاقی جهانیه، یکم مثل زرتشتیه، یعنی دین نیست، یه فلسفه هست. ببینید شما، آدم ها با هر چیزی که قانع میشن بگن من مشکل ندارم، ولی با حالا من به شما یه چیزی بگم. یه ایرانی هست 170-180 سال پیش از این، از ایرانم خارج نشده، دکتر و مهندسم نبود، دیپلمم نداشت، مدرسم نرفته، اما داره به دنیا نگاه میکنه و میگه که این ترانه ها را برای اصلاح این دنیا باید شروع بکنیم. ترانه اول: تفنگت را زمین بگذار. با الله برداشته به تمام پادشاهان، به پاپ، به رؤسای جمهور نامه نوشته که اینقدر از مردم مالیات نگیرید و این مالیات ها را صرف خرید اسلحه نکنید، خالص سلاح، و گفته اگر ادامه بدید روزی میرسد که از اداره مملکت کن انتم عاجزون، آقا عاجز خواهید بود، کسری بودجه خواهید داشت. بلان داریم، چقدر کسری بودجه داریم؟ ترکیه 650 میلیارد دلار امروز من شنیدم. امریکا چقدر بدهی داره؟ چرا؟ برای اینکه تمام دنیا بیش از 30% از درآمد خالص خودشو صرف خرید اسلحه میکنه. پارسال تانک ساختیم، امسال تانک مده شده. شما پارسال کرواتی را که زده بودی امسال که نمیزنید. ما باید اسلحه تازه بخریم که دفاع بکنیم. اون یکی بزرگترش رو می‌سازه. آقای اوباما وقتی رئیس جمهور شد و وقتی وضع اقتصادی بد سوریه را دید، گفتش که آقای روسیه را عذر می‌خوام، گفت آقای روسیه شما 5000 بمب اتمی دارید؟ گفت بله. گفت من 2500 دلارشو پول نقد میدم و می‌خرم. و خرید 2500 تاش دو. گفت گول بدید که دیگه نسازید، این 2500 تا دارید کافیه، اگه وقت با هم جنگ کردیم استفاده بکنید. آمد اینا رو چکار کرد؟ نریخت تو دریا، گذاشت در نیروگاه های برق امریکا. الان چندین سال ما از استفاده میکنیم. روسیه سال گذشته دوباره گفت نه، احتیاطاً یه چند ساعت دیگه بمب اتمی تازه میسازیم. آقا پاکستان یک کشور فقیره، بیچاره و بدبخته، 250 تا داشت که دو سال پارسال گفتن 250 دای دیگرم بسازیم. اینا از کجا میاد؟ از پول مردم، فشار به مردم، فشار به مردم. من یکی از برنامه اینو با الله 150 سال پیش گفته، من نمیدونم جاسوس انگلیس بوده، جاسوس روس بوده، جاسوس اسرائیل بوده، یا از خودش گفته. اینو گفته که اگر اینا را اسلحه ها را بخریم روزی از اداره اجتماع محروم خواهیم شد و حکومت ها ورشکست خواهند شد. اینو اون گفته. این با الله کسی بوده در ایران با تمام این شرایط اجتماعی زندگی میکرده، رادیو تلویزیون هم نداشته، وابستگی هم به خارج نداشته، اما گفته که برای ایجاد وحدت در دنیا یکی از این زبانهای موجود را یا انتخاب کنیم یا یکی اختراع کنیم. آقا بده این؟
که همه به یک زبان صحبت. میبینی چقدر ما کتاب منتشر میکنیم به زبان هم دیگر رو میفهمیم. نه آقا این کار انگلیسی هست. بعد با الله گفته که پیچ فرد بهایی، که اینه بیشتر دوستای ما توجه نمیکنن. اصلا با الله پیروان و طرفدارانش گفته که ای حزب الله، شما را به ادب وصیت می نمایم و اوست در مقام اول سید اخوان. بهایی اخوان داره فروش بده. من که گفتم به شما در حال بهایی شدنم، اگر روزی عصبانی بشم فروش بده، اون روز بهایی نبودم. برای اینکه اولین حرام در بهاییت فروش دادن و رنجاندن انسان دیگر است. همه بار یک داری و برگه، یعنی تمام انسان ها یکی. بنابراین ما اگر از این نگاه بکنید، بله بنده یکی از طرفداران بهاءالله هستم و به زبانی که اون حرف میزنه عشق دارم بهش، و اگر کسی جای من ننشیند و به اصطلاح نواقصی در بهاییت ببیند چون در چشم من ندیده، اونو احساس نمیکنه. به مجنون گفت روزی ای بجویی، به مجنون گفت روزی ای بجویی، که پیدا کن به از لیلی نکویی، که لیلی گرچه در چشم تو حوریست، به هر عضوی ز اعضایش قصوریست. ز حرف ای بجو مجنون برا شد، در آن آشفتگی خندان شد و گفت که گر بر دیده مجنون نشینی، به غیر از خوبی لیلی نبینی. آقایی که علیه باهایا کتاب می نویسه، حرف می زنه، اگر بیاد تو چشم من بشینه و این باهالله رو ببینه، عاشقش میشه. چون من عاشقش هستم، من می فهمم، نمی تونم عمل کنم. به من میگه که اگر به اندازه سر خردلی از کسی کینه و نفرتی داشته باشی، باهایی نیستی. این پسر عموی منو آقای موسوی تبریزی پدرش باشه. برادر این پشت شیشه رفته، بچه 2 ساله و 4 سالش بوسیده، چند دقیقه بعد تیر باران شده. امروز اگر بیاد خونه این میبره و با زبان شفقت باشه. خود شما اینو گفته بودید قبلا توی برنامه هاتون. و من اینه که باید اگر دوستای ما دلشون، من اصلا اهل مجادله نیستم، آقا در این آیه اینجوری، این امام اینجوری، من با نه امام کار دارم نه با کتاب کار دارم، من با عقل و منطق. اگر قرار بوده خدا پیغمبر بفرسته 124,000 هم بفرسته، چطور شده که تمام شده؟ یه آقای به من میگفته شما که روز اینا راست میگه، خدا اول اشتباه کردیم بشر رو خلق کرد، بعد دید که اشتباه کرده، برای راهنماییش 124,000 پیغمبر فرستاد. میگن میشه 2 هفته یا 1 هفته دو تا پیغمبر یه چیز اینجوری. بعد دید که تأثیر نکرده، دیگه عصبانی شد، گفت یکی آخرش هم میفرستم، اگر گوش کردن اصلاح شدن شدن، نشدن به جهنم. ما نمیتوانیم در یک جایی منطقی باشیم. بعد آقا من خدا رو میشناسم، من میگم من خدا رو نمیشناسم، من ندیدم، من شهادتی هم ندارم بدم. شهادت از در هیچ دادگاهی در دنیا از آدمی که کر باشه و کور باشه شهادت نمیدارم. چرا؟ چون نشنیده و ندیده. در مورد تمام این مسائل ما هم حکم آدمی کر و کور داریم. اما من احساس میکنم بله، جهان هستی یک نظامی داره. جهان هستی بر اساس مدار به زبان ریاضی حرف میزنه. بنابراین نه برش صفت قائلم، نه برش مسئله دارم، و مشکل ماست، مشکل خدا نیست. خدا به من گفت هرچرا که درش نفرت و کینه و دشمنی و کشتن روش خط بزن، بقیه شفت میکن. شما صحبتاتون گفتید که گفته حزب الله، یعنی بهایا رو حزب خدا هست، که با این حزب الله یونانی ها اشتباه نکنید. یا با الله میگه یا حزب الله، شما را به ادب وصیت می نمایم و اوست در مقام اول سید اخلاق. یعنی هر کس که ادب نداشته باشه هیچ چیزی نداره، از حزب بیرون. از حزب بیرون.
در باره دوستی که برنامه داره، نمیدونم شما برنامهشون دیدید یا نه، آقای حسن ارشاد نه هیچ از ایران. آها، حالا اگر وقتی داشته باشید، وقتی که در سفر که میدونم خیلی مشغول هستید، فامیلا و دوستان اینجا، آره من لینک ها رو براتون میفرستم، لطف کنید نگاه کنید. چون مثلا ایشون توی یکی از برنامه‌هاش گفته که مثلا به این مظلومیت بهائی‌ها خیلی چی دل نسوزونید، چون اینها پشت این هدفشون اینه که حکومت اون کشور رو دست بگیرن. و توی ایران هم اینها نگرانن، آخوندها نگرانن که یه وقت بهائی‌ها حکومت ایران رو دست نگیرن. ببین اصلا نیست اینجور. بله، حکومت کره ارض دست پادشاهان، دست رسای جمهوره، ما سیاست هاشون رو تایید نمی کنیم، اما بهشون احترام و اطاعت میکنیم تا زمانی که ما بتوانیم با گفتن نباشم شیر. تفنگمون رو زمین گذاشته ایم، اما دلمون و زبانمون کار میکنه. با منطق و رضایت تمام مرزهای موجود در دنیا را ورداریم و کره زمین را یک وطن بکنیم. و الله همون وقت که الارزه وطن الواحد و البشر ساکنه. قبلا در این مورد صحبت کردیم و از برنامه بهشون گفتم شماها پس جهان وطنی هست. بله، اما مقررات و جهانینی با الله که خودتون بشینید بنویسید. این دنیا را وقتی یک وطن میخواید بکنید، یا یک زبان واحد داشته باشید، یا انتخاب بکنید، یا اختراع کنید. خودتون کیا هست؟ یعنی بشر. بشر. و بعد میگه که بشینید و یه حکومتی به وجود بیارید، حکومت که مرکزی، و در اختیار اون فقط اسلحه بذارید که بتواند جاهای دیگر را اداره بکنه. اتفاقا این آقای ارشاد در رابطه با تفنگت را زمین بگذار باز یه جورایی ادعا میکنه که شماها صادقانه صحبت نمیکنید و دارید آیاتی و نوشته هایی که گفته تفنگتون هم داشته باشید، شمشیرتون هم داشته باشید. ایشون حتما بابیت با بهائیت قاطی میکنه. بابیت دین شمشیر بود، بابیا شمشیر میزدن، ولی به محض اینکه با الله قیام کرد، اول دستور داد که به همت باری تیغه های برنده بابیان به اخلاق خوب به غلاف راجع. و حالا میگه کشته شوید بهتر از آن است که بکشید. کشته شوید بهتر از آن است که بکشید. ببینید؟ ولی بابیت قهرمان، بابیت یک رنسانسی بود و بابیت بزرگترین انقلاب را در ایران به وجود آورد. در زمانی که بابیت پیدا شد، ایران شاید 6 میلیون جمعیت داشت، بیش از یک سوم اونا بابی شده بودن. چرا؟ در اول دستور بهره مالکانه ندهید، به نفعشون بوده. بله، میگه آقا نماینده خدا آمده، میگه بهره که آقا خمینی کرد، گفت بهره مالکانه ندهید، به آخوندها خمس ندهید، زکات ندهید، خیلی چیزایی دیگه. باب مل، ببین اول کسی که در دنیا آب و ملی کرده سید باب بود. ولی بهاءالله حسابش از همه اینا جدا کرد و فکر یک حکومت جهانی و انسانی و اخلاق. آقا در طبیعت مرزی وجود نداره. شما فکر بکنید که چند سال پیش هندوستان جزئی از خاک بود، ترکیه عثمانی چند سال پیش، حدودا مثلا 100 سال پیش نصفی از تمام این طرفهای خاورمیانه رو داشت. بنابراین ما باید بشینیم با منطق. اولا اینکه هیچ کس نمایندگی خدا را نداره. ایشون هم تشریف بیارن یا نوارم بنویسن، باید هدفشون باشه به من یه منطقی بگن که من چرا پیرو با الله نباشم. از ایشون بپرسید که یه آقایی هست به نام حسن فیروزی از اهالی محترم آذربایجان، به من میگه آقا شما به من چند تا دلیل بگم چرا عاشق بهاءالله هم، و شما به من نصیحت بدید که پسرم به این دلائل نباید عاشق این مرد باشه. ایشون خیلی جوونه، داد شما برادرانه. ممنونم از شما. شما این مداری راجع به این به اصطلاح چند روزی که اینجا هستید بگید، آیا ما باز
با شما خواهیم بود، چون میدونم که دوستان و فامیلتون منتظر شما رو خدمت شما که شبها با این فامیل هستیم، روزا میرن سر کار، شما هر وقت فرصتی آزاد داشتید و زنگ بزنید، من با عدم بضاعتی که در این مسائل دارم، ولی حداقل میدونم آن چرا که میگویم باورم هست، نه هیچ نوع غرضی دارم، نمیخوام اصلا من آقا از این آقا من آقا 77 سالمه، اگر در بهایت چیز بدی دیده بودم یا چیزی پیدا کرده بودم به جان این 5 تا نفرم پشت این تلویزیون میگفتم. خب حالا من برای ایشون، چون ایشون جمعه ها برنامه دارن، ولی می نویسم با فیسبوک با هم تماس داریم که برنامه شما رو نگاه کنن، که به من بگن که به عنوان یک عالم و دانشمند من چرا من فقط با الله رو میگویم و این با الله این گلها رو گذاشته و این پیشنهادات به ما کرده، من چرا عاشقش نباشم؟ دست قاتل را باید. شما حاضر هستید با آقای ارشاد مناظره ای؟ مناظره مذهبی نه. نه ایشون بگن که به موجب آیه قرآن که حضرت محمد آخر پیغمبرانه، اون وقت بحثمون مگر اینکه شما قضاوت میشه تعصبی. نه من ببین آخه من یه آیه را میخونم، من به شما بگم حضرت محمد یه فرزند خوانده ای داشت به نام زید که اینو آزاد کرد، این گفت آقا نمیخوام برم. حضرت محمد هر وقت پولدار میشد، یعنی پولی دست می آورد، یه برده میخرید و آزادش میکرد، اما زورش نمیرسید که بردگی را منع کنه. دیگران بگه این کارو ببینید وقتی میگم اولین نفر شده روی دنیا، آقا پس چرا بردگی را، برای اینکه اون وقت بردگی جزئی از طبقه اجتماع بود. یه دفعه اگر می اومد حضرت محمد رو گفت بردهداری حرام است، همه سیستم اقتصادی همه چی میره. ولی با الله گفته، چون فرق کرده هزار زمانش فرق، با الله گفته بردهداری حق نداریم حرام است. از این رفت و ازدواج کرد، این پسر حضرت محمد نبود، پسر خاندش بود، رفت ازدواج کرده یه دختری پیدا کرده، بعد و بعد گفت از این ناراحتی بود جدا شده نه، بعدا حضرت محمد اونو ازدواج کرد. که عرب هایی که مخالف بودن، آدم ها دوست یه چیزی هست، دشمن میخواد از هر کاری یه ایراد بگیره، ایراد که بیا آقا با عروسش عروسی کرده، اما عروس من نیست. این آیه اومد ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین، حضرت محمد پدر هیچ کدام از شما نیست. ولی شما تو صحبتاتون گفتید که حضرت محمد خودش اینا رو نوشته، الان ذهنیات خودش دیگه این آیه رو از ذهن خودش میاره روی کاغذ، جواب حضرت محمد به اونا اینه. منم چون در جامعه اسلامی بزرگ شدم در مورد با الله من شما خدا اینجوری فرمود. خب ممنون و متشکرم. ببینید اگر امکان داشته باشه، حالا بعد با هم تلفنی صحبت میکنیم یا وقتی که چیز شد، شما من سه شنبه و پنج شنبه برنامه ندارم، میتونم دو تا برنامه فوق العاده داشته باشیم، یا میتونم چهار شنبه اگه میخواین فردا مثلا آف باشید، چهار شنبه و پنج شنبه برنامه داشته. نه متفرد آزادی آزادی خود سه شنبه و پنج شنبه پخش نمیشه. چرا داریم پخش میکنی دیگه؟ به شرطی که چای بدی آقا. ما چای پرسیدیم، شما گفتید که هنوز چای تو نخوردم، با تون آشنا شدم. چشم. خب جناب صبحی، همه ما از خاکیم و به خاک راجع خواهیم شد، تنها چیزی که ما ماند عبارت دوستت بدارم و دوستم بدارم. مشکل ما اینه که ما خودمونو برتر میدارم، ما نژاد ای مثلا اونا که آریایی ما رو اصلا نمیفهمه، خدای من مشکل دارم باشون، اصلا نمیفهم. میگم بهشون تو خیابون میری مثلا یه بچه میخوره زمین، شما بهش میگی اول ایرانی هستی آریایی هستی بعدا کمکش میکنی یا بلا فاصله کمکش میکنی؟ اگه کمک میکنه خب پس آقا بچه شما مریض میشه میبری بیمارستان، میگه که دینت چیه؟ دکتر مسلمانی یهودی باهایی هستی؟ بیدینی بادینی؟ از پرستاره میگه که آقا طبیب حاضره. وقتی در اینجا هستیم چرا ما باید فکر بکنیم که انسانهای برتر و بالاتریم؟ همه ما از خاکیم و به خاک راجع خواهیم شد. بسیار ممنون.
پس ما فردا با شما خواهیم بود. حالا ساعت شما هم قرار می‌ذاریم که یه جوری باشه که اونجا سرتون خیلی درد. من خیلی خوشحالم که شما رو بالاخره ملاقات حضوری داشتیم و بیشتر خوشحالم که فرصتی هست باز هم با شما باشیم. دوستان روی فیسبوک هستن دارن برای شما چیز میفرستن، این علامت موفق باشید و گود لاک و اینها. خیلی ممنون. اینجا ببینید اینجا بله. و این برنامه یکی دو ساعت دیگه روی یوتیوب به صورت بایگانی خواهد بود و توی برنامه ها هم پخش و تکرار میشه. شما صحبت دیگه ای دارید؟ من عرض ادب دارم، عرض احترام دارم خدمت همه هموطنانی که زبان فارسی را میدونن و همشون رو دوست دارم، عاشق همشون هستم و اگر مطلبی گفتم که موافق با اون نبودن پوزش میدم. خیلی ممنون از شما، متشکرم. و دوستان عزیز، چون برنامه خودم ساعت 2 شروع میشه، اجازه بدید همین برنامه رو، این یک ساعت رو برای شما به عنوان بازپخش بذارم. بعد با دوستان که خداحافظی کردم اینها باز با شما خواهم بود. خیلی ممنون که با ما بودید. برنامه ها رو پی میگیریم. مرسی.